بهرنگ این تجمع به چه انگیزه‌ای برگزار شده؟ بله آریان، همونطوری که گفتی، خب تعدادی از جامعه یهودیان کانادا امروز جلوی پارلمان اونتاریو در واقع تجمعی رو برگزار کردن. این یکی از چندین تجمعی بوده که از روز شنبه تا به امروز داره برگزار میشه. یکی از بزرگترین تجمعها روز دوشنبه در تورنتو برگزار شده بود که بیش از 15,000 نفر از ایرانی ها و جامعه یهودیان کانادا اونجا شرکت کرده بودن. خانم ملیسا لنسمن هم در این برنامه سخنرانی داشت، ابراز همدردی کردن با خانواده های کشته شدگانی که در این جنایت های حماس عزیزی رو از دست دادن. امروز هم جامعه یهودیان در این مقابل پارلمان کانادا تجمع کردن. اونها ضمن ابراز همدردی با کشته شدگان این فجایع به نوعی باز سپاه پاسداران رو مقصر دونستن و برای چندمی بار از دولت کانادا خواستن که سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده. آریان، باید اشاره بکنم که گروه جهاد اسلامی و گروه حماس و همینطور گروه حزب الله لبنان در واقع از سال 2002 در لیست گروه‌های تروریستی کانادا قرار داره، ولی خب طرفداران اینها در واقع همه جا هستن و حتی این برنامه‌ای که امروز برنامه مختصری هم بود جلوی پارلمان کانادا بدون حاشیه نبود. شخصی وارد مجموعه شد و خب تهدید کرد به شلیک. خب پلیس کانادا هم این روزها در حالت آماده باش هست بعد از تهدیدی که خالد مشعل رئیس پیشین حماس گفته بود و اونچه به زعم خودشون جهاد اعلام کرده بود. خب پلیس کانادا در حالت آماده باش هست. فضاها و جاهایی که جامعه یهودیان بیشتر اونجا متمرکز هست، مدارسشون، کنیسه ها و همینطور سوپرمارکت ها، محل هایی که عمدتاً تمرکز یهودی کانادایی ها اونجا بیشتر هست رو در حالت محافظت بیشتری دارن قرار میدن. همینطور مدارس کانادا برای والدین ایمیل هایی رو ارسال کردن که اگر مورد مشکوکی رو احساس کردن به پلیس اطلاع بدن و همینطور گفتن که اگر احساس ناامنی میکنن میتونن روز جمعه بچه هاشون رو به مدرسه نفرستن. این فعلا وضعیتی است که در کانادا وجود داره. تجمعاتی از این دست هم در روزهای آینده وجود داره و همینطور طرفداران حماس هم در خیابان های تورنتو هستند و خب تظاهرات میکنن و حمایت خودشون رو از این گروه تروریستی اعلام میکنن.